امیدوارم حالتون خوب باشه. یه سری لینک انگار زنگ زده بودن، گفته بودن که مشکل داره، الان فکر کنم برطرف شده، بچه ها دارن خورد خورد میان سر کلاس. خسته نباشین. حالا خدا رو شکر این هفته هم با اینکه سایت داشت تغییر میکرد و جابجا میشد، در واقع تونستیم که آنلاین برگزار کنیم و در واقع بریم بحثمون رو با همدیگه ادامه بدیم. اگر کسی سوالی از جلسه گذشته داره لطفا میشه در واقع بپرسه. صداتون عقبه. آهان بچه، صدا و تصویر من اوکیه یا دشواری داریم باهاش؟ مرسی مرسی مرسی. تصویر و صدا میگن یکی نیست. صدا و تصویر هم دارم یه مشکل داره. یکی نیست، لگ داره. بچه ها بقیه چطور؟ سانیا و فریما و زهرا ستایش هم داره همینو میگه. الان بچه ها تصویر که میدونم خوبه. زهرا تو مشکل چیز نداری؟ مشکل جا به جای صدا و تصویر نداری؟ ببینیم یه مشکلی هست، ببینیم چیه، این برطرف بشه بعد بریم سراغ درسمون. ارشیام میگه سینک نیست. یه چند لحظه پس صبر کنید لطفا. الان بچه ها سلام مجدد. صدا و تصویر من الان اوکیه؟ الان دیگه مشکلی ایشالله نیست. بله خب خدا شکر. مرسی نمیدونم. خب بریم بحثمون رو در واقع شروع بکنیم دیگه. مشکلی که صدا هست دیگه؟ صدا مو دارید دیگه؟ بله دارم بچه ها. الان مشکلی نیست دیگه بچه، صدا و تصویر من سینکه، مشکلی نیست انشالله. نه آره کلاس رو بستن زهرا جان. آره اوکی مرسی مرسی. خب مشکلی نیست، ممنونم. بریم که در واقع سانیو فکر کنم نتا امروز یه مقداری کلن مشکل داره. نمیدونم چی بگم، حالا شرایط کلاس هم این مدلی شده کلن. بگذاریم. اگر سوالی کسی از جلسه قبل داره بپرسه. یکی از بچه‌ها گفت جلسه قبل نبوده و الان تازه اومده کلاس. خدمت شما عرض شود که خب من توضیح دادم راجع به نحوه خوندن و کاری که می‌کنیم. کتابم گفتم مبتکران. ترجیحاً آفلاین جلسه قبل رو بعد ببینین، بعد در واقع این برطرف میشه، چون این نیم ساعتی تقریبا من سخنرانی کردم. از درسای جلسه قبل که کسی سوالی نداره. از درس سوال دارین؟ سوال کلاً دارین درسی یا نه؟ نیست. خب خدا شکر. خدمت شما که عارضم. ما جلسه پیش در واقع رسیدیم به سر خواص و واکنش پذیری در واقع عنصرها، که امروز ایشالله اینو با هم دیگه ببریم جلو، ببینیم داستانمون است چه قرار خواهد شد. اگه میشه بچه اسماتون هم کامل بنویسید. من ترابی نمیدونم دختره پسره نمیدونم. آره خدمت شما عرض شود که میخوایم بریم سراغ درس خودمون. گوشا با من یه چند لحظه فقط شنونده باشیم و خیلی خیلی خوب گوش بدین تا با هم دیگه این تیکه رو کار بکنیم. ما یه بحثی داریم، بحث واکنش پذیریه. واکنش پذیری به معنای خود حقیقی کلمه، کلمه دوزاری محسوب میشه، چون متر و معیار در واقع مشخصی نداره. به همین دلیل ولی کتاب درسی بررسی کرده، ما هم یه چیز نسبی ازش میخونیم. در حیطه علم زیاد با این موضوع سر و کله نمیزنن، خیلی خیلی مشکل داره. حالا با هم کارش میکنیم. ستایش جان بله هست الان رو سایت. بله هست هست هست. خب گوشا با من. ما واکنش پذیری رو به دو دسته برای فلزات و برای نافلزات تقسیم میکنیم. میخوایم حالا بریم اینو با هم دیگه بررسی کنیم، ببینیم چه عواملی روش مؤثره. خب ما جلسه پیش دیدیم توی یه گروه از بالا به پایین شعاع اتمی زیاد میشه، شعاع اتمی زیاد میشه، و توی یک دوره از چپ به راست شعاع اتمی کم میشه. اینو جلسه پیش با هم دیدیم. اما تعریف فلز هم آشنا شدیم باهاش. گفتیم فلز
گونه ای که تمایل داره الکترون از دست بده و تبدیل بشه به کاتیون، و نافلز گونه ای که تمایل داره الکترون بگیره و تبدیل بشه به آنیون. حالا بدیهیه که اگر من یک فلز اینجا در دسترس دارم میخواد الکترون از دست بده، پس در نتیجه هرچی شعاع اتمی من بیشتر باشه راحت تر میتونه الکترون از دست بده. پس میتونم نتیجه گیری بکنم اگر توی یک گروه از بالا به پایین شعاع داره زیاد میشه، پس در نتیجه واکنش پذیری یا خصلت فلزی داره افزایش پیدا میکنه، و توی یک تناوب از چپ به راست اگه شعاع اتمی داره کم میشه، واکنش پذیری فلزی شما داره کاهش پیدا میکنه. این راجب فلزات. اما راجب نافلزات چی داریم؟ نافلزات خب گونه‌هایی هستن که تمایل دارن الکترون بگیرن یا الکترون به اشتراک بذارن. اگه تمایل دارن الکترون بگیرن یا الکترون به اشتراک بذارن، پس در نتیجه هرچی شعاع کمتر باشه عامل مساعدتری براشون محسوب میشه. به خاطر همینه که توی یک گروه از بالا به پایین چون شعاع اتمی زیاد میشه با خاصیت نافلزی در واقع رابطه خوبی نداره. خصلت نافلزی توی یک گروه از بالا به پایین کاهش پیدا میکنه، اما همین خصلت نافلزی توی یک تناوب از چپ به راست در واقع افزایش پیدا میکنه. من میتونم از این جملات یک نتیجه گیری خیلی مهم انجام بدم که اگر جدول تناوبی در اختیار داشته باشم، عنصری که بیشترین خصلت فلزی رو داره حتما باید سمت چپتر و پایینتر باشه، و نتیجه گیری میکنیم که سزیوم فلزترین عنصر جدوله، دیگه از همه خصلت فلزیش بیشتره. راجب فرانسیوم حرفی معمولا نمیزنیم چون خیلی نیمه عمر کمی داره، عملا وجود خارجی نداره. خیلی از این تناوب هفتی ها این شکلی هن. و اگر میخوام راجب خصلت نافلزی صحبت بکنم، توی یک تناوب از چپ به راست خب زیاد میشد و از بالا به پایین کم میشد، پس هرچی سمت راستتر و بالاتر باشه خصلت نافلزی بیشتره. گازهای نجیب خب که واکنش پذیریشون صفره، اما ما اینجا راجع به فلور میتونیم بگیم این نافلزترین عنصر جدوله، نافلزترین عنصر جدوله. این تیکه‌ای که در واقع ما بچه ها صدا و تصویر منو دارین؟ بچه ها صدای من در واقع هست؟ صدا و تصویر من اوکیه؟ بله بله، خب خیلی عمالی، مرسی مرسی مرسی. خب مشکلهای نت سراسری دیگه کاریش نمیشه کرد. خب الان متوجه شدید بچه ها این بحث خصلت فلزی و خصلت نافلزی بود که در واقع ما داشتیم کلن ذخیره. آها اینجاست، اوکی اوکی. بریم سراغ جزوهمون، بریم سراغ جزوهمون ببینیم داستانش از چه قراره. اینجا یه تیکه داشتیم که جلسه پیش با هم کار نکردیم، میخوایم الان با هم دیگه کار بکنیم. میگه به طور کلی در یک تناوب از راست به چپ خصلت فلزی، آها ما گفتیم توی یک تناوب از چپ به راست خصلت فلزی کاهش پیدا میکنه، پس از راست به چپش افزایش دیگه، و توی یک گروه از بالا به پایین بازم خصلت فلزی افزایش پیدا میکنه. بچه ها من چرا اینجا این اینجوریه؟ یه لحظه اجازه بدیم، من نمیدونم مشکل چیه. این صفحه چته فکر میپره. خب عذرخواهی میکنم، حالا باز مشکلی بود دیگه، فوقش ما باید بریم ویدیو بگیریم، چاره ای نیست. جزوه رو بله گذاشتن، دانلود میتونید بکنید. اونایی که تازه ثبت نام کردن داستان ده. به دفتر مرکزی پیام بدین، اونایی که جزوه ندارین. یه مقدار کلا ماجرا پیچیده ای شده. جلسه پیش البته گفتم میتونید حالا هم از طریق سایت دانلود بکنین کلن، هم از کاغذی از سایت دیجیتال علوی یا آموزشگاه کنکور هدف بگیرین. این اولی. دومیش راجب خصلت نافلزی توی یک تناوب باز از راست به چپ، ما میگفتیم از چپ به راست خصلت نافلزی زیاد میشه، پس از راست به چپ خصلت نافلزی کم میشه.
و توی یک گروه از بالا به پایین، از بالا به پایین خصلت نافلزی که دیگه بدیهیه که کم میشه. حله؟ حله؟ حالا این شد بحثی که در واقع اینجا داشتیم. یه چیزی حالا این حفظیاتو که جلسه پیش در واقع با هم دیدیم و حرف زدیم راجبش، راجب هالوژنا ما میخواییم الان همینو چک بکنیم، ببینیم داستان هالوژنا از چه قراره. ما جلسه پیش یه سری گروه 14 عنصر تناب 3 رو دیدیم. هالوژنا که گروه 17 هستن، فلور، کلور، برومیود، استاتینش هم کار نداریم، اینا نافلزن دیگه. خب اینا چه اتفاقی واسه شون میافتاد؟ جلسه پیش هم اینو دیدیم، گفتیم آقا فلور خیلی واکنش پذیر نافلزی زیادی داره، حتی تو منفی 200 درجه بچه ها با سرعت با هیدروژن واکنش میده. اما کلور بعد از اون تو دمای اتاق با هیدروژن به کندی واکنش میده. همینو میبردی روی بروم و یود، همینو میبردی روی بروم و یود، کلی بازی عوض میشد. کلا باید دمای مثلا بروم رو ببری رو 200 درجه که تازه با هیدروژن واکنش بده، و یود رو باید ببری رو 400 درجه که تازه با هیدروژن واکنش بده. این یعنی خصلت نافلزی، واکنش پذیری نافلزی از بالا به پایین داره کم میشه. حالا کتاب درسی شما یه کارت نمیدونم فوق العاده احمقانه کرده، واقعا احمقانه است. این نمودار واکنش پذیری عنصرهای دوره دوم، شاید اینو الان ندیده باشید، تمرین دوره ای ته فصلتون اولین صفحش برید نگاه بکنید. من براتون توضیح بدم این داستانش از چه قراره. کتاب درسی اومده خودشیرینی کرده، گفته واکنش پذیری عنصرهای تناوب در واقع سوم دوم رو با همدیگه بررسی کنیم. باش، خودش هم شکلش رو کشیده، میگفته تحلیلش کنیم. عنصرهای تناوب دوم لیتیوم، بریلیوم، بور، کربن، نیتروژن، اکسیژن، فلور و نئون هستن. حالا باید جنس اینا رو بشناسیم. لیتیوم و بریلیومش فلز هستن، کربن، نیتروژن، اکسیژن، فلورش نافلز هستن. حالا در واقع گاز نجیب نئونش هم نافلزه، ولی خب چون واکنش پذیری نداره الان واردش نمی کنم. این بور اینجا چیه نقشش؟ شبه فلزه. و این نئون هم که اینجا گاز نجیبه، نئون اینجا نقش گاز نجیب رو داره دیگه. خب حالا بریم ببینیم داستانش از چه قراره. قشنگ گوش بدید. به شما میگن نمودار واکنش پذیری عنصرهای تناوب دوم رو بیایید رسم بکنید، ببینیم داستانش چجوری میشه. خب ما یه چیزی رو در واقع دیدیم، واکنش پذیری داخل فلزات توی یک تناوب از چپ به راست کاهش پیدا میکرد، یعنی روند نزولی داشت. واکنش پذیری نافلزی توی یک تناوب از چپ به راست افزایش پیدا میکرد. اوکی؟ یعنی الان من اگه بخوام بکشم، لیتیوم اگر انقدر واکنش پذیری داشته باشه، بریلیوم کمتر از اون واکنش پذیری داره، و توی نافلزات وقتی بخوام بررسی کنم، این وسط از کربن اگه شروع بکنیم میره بالا، نیتروژن، اکسیژن و فلور، اینا میشه واسه نافلزاتش. این چرا روند نزولی داره؟ چرا روند نزولی داره؟ چون فلز است، چپ به راست واکنش پذیری کم میشه. این چرا روند صعودی داره؟ چون نافلز است، چپ به راست واکنش پذیری نافلزات زیاد میشه. اما نئون به عنوان یک گاز نجیب، خب واکنش پذیریش خیلی کم و در حد صفر دیگه. این نئون در واقع میاد اینجا قرار میگیره، و بور به عنوان یک شبه فلز سرگردان مکانی بین فلز و نافلز قرار میگیره. این استدلال چرت و مسخره ایه که کتاب درسی شما برای این نمودار توقع داشته شما بلد باشید. پس یه بار دیگه، لیتیوم و بریلیوم کاهش چون فلزن، باید از چپ به راست کم بشه. کربن، نیتروژن، اکسیژن، فلور اینا نافلزن، باید زیاد بشه از چپ به راست. نئونش که گاز نجیب بدبخته میپره میاد صفر. بور در واقع مکانی بین فلز و نافلز قرار میگیره. اینم بلد باشید، تو جزوه براتون خیلی شیک کشیده شده، داریدش. اگه اوکی هستین یه دونه یک به من بدین. حله؟ مرسی. خب حالا
میریم به سراغ عبارت زدن. ما اینجا کلی الان عبارت داریم باید بررسی کنیم و تست بزنیم که امروز من انشاءالله بخش عمده این روند تناوبی رو حل بکنم. شروع بفرمایید تمرین 8، ببینیم داستان از چه قراره. این دستگاه OBS ما که این تخته من سویچ میکردم میدادم بهتون نیست، مشکلی خورده، اصلا یکی دلیل مشکل اونها همین بود بماند و از من میرم کنار، صدارم قطع میکنم، شما ببینید 5-6 تا عبارت بزنین فعلا تا بعد ببینیم در واقع به چه شکل میشه. 1-2-3-4 این 5-6 تا رو بزنین، 5-6 تایی که الان روی تخته هست. گوشا با من ببینید اینو. فلز سدیم، منیزیم، آلومینیوم همگی سطح درخشان دارن، بله. رسانه گرماشون بالاست، بله. رسانه الکتریکیشون بالاست، بله. آره دیگه فلزن، فلزات هم همین ویژگی رو دارن. گوگرد در دمای اتاق جامدی زرده، بله. من خیلی نمیدونم چرا بچه اشتباه میکنن میگن گوگرد سیاهه، نه آقا گوگرد زرده. سطحش که داره، بله نافلزه. جریان برق عبور نمیده، بله درسته. چیکارش کنم دیگه؟ بله. کربن رسانه الکتریکی دارد. بچه‌ها یه چیزو بدونید، هر زمان کربن خشک و خالی استفاده کردن بدانید و آگاه باشید که منظورشون گرافیته، دنبال الماس نیستن ها، گرافیت منظورشونه، گرافیت. برخلاف جرمانیوم رسانه گرمایی ندارد. آها کربن که رسانه الکتریکی داره حتما. بچه ها جرمانیوم بذارید بگم کدوم صفحه هست کتاب درسی شماست، اینو الان براتون شماره صفحه میگم که بعد برید رو فایل کتاب درسی که قطعا حالا دارید میتونید برید ببینید. صفحه 9 یه جدولی گذاشته کتاب درسیتون و اونجا داره بررسی میکنه این خصلت ها و فلان و چه ویژگی هایی دارن. برای جرمانیوم یه خصلت در واقع رسانه گرمایی داره، پس بله کربن رسانه گرمایی نداره، اوکی، ولی جرمانیوم در واقع رسانه گرمایی داره، بله، پس این برخلافمون به این صورت خواهد بود، درسته. بعدیو بگید. فسفر رسانه گرمایی و الکتریکی و این ماجراها نداشته، دوبار البته و نیز رسانه الکتریکی تایپ شده و در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراک میگذارد یا میگیرد. خب آره دیگه فسفر نافلزه، تمام این ویژگی هایی هم که گفته راجبش صدق میکنه، درست. چیکارش کنم؟ در گروه 15-16-17 عنصرهای بالاتر خصلت نافلزی بیشتری دارند. آره دیگه ما دیدیم توی هر گروه، نکی گفته ثانیا جا ما PCl3 داریم، ترکیب مولکولی هم از فسفر داریم، PO4 سه بار منفی، یه پیوند کووالانسی نبود پارسال سال دهم خوندیم. اینو ببینید، گروه 15-16-17 عنصرهای بالاتر خصلت نافلزی بیشتر دارن، بله، زیرا از بالا به پایین خصلت فلزی زیاد می شود. درست غلط؟ درست غلط؟ غلط. این بی ربط. آقا ما دو تا جمله اینو از نظر فلسفی باید یاد بگیریم. الان ساعت 4:05 است، پس من اسمم حامد زارعیه، الان ساعت 4:05 هست، منم اسمم حامد زارعی هست، این دوتا چه ربطی به هم دارن؟ توی گروه از بالا به پایین خصلت فلزی زیاد میشه، بله. عنصرهای بالاتر گروه 15 16 17 خصلت نافلزی بیشتر دارن، بله. چه ربطی به این داره؟ چه ربطی به این داره؟ دلیل این که اون بالایی ها نافلزی بیشتری دارن اینه که شعاعشون کمتره. حله؟ دوتا جمله درست ولی بی ربط قرار نیست کنار هم دیگه یه جمله درست تشکیل بدن. فسفر سفید به دلیل واکنش پذیری زیاد مثل فلز قلیایی درون نفت نگهداری میشه. درست غلط؟ درست غلط؟ یه سری صحیح یه سری غلط. غلطه بچه ها. من وقتی دارم راجع به فسفر سفید صحبت میکنم، P4 اولا فسفر سفید زیر آب نگهداری میشه، فلزات قلیایی که زیر نفت نگهداری میشه، فسفر سفید درون نفت نیست، آب.
فلزات قلیایی که زیر نفت نگهداری میشن. حل عالی. تا اینجا اگه اوکی این همه، یه دونه یک به من بدین، مشکلی نداریم. متشکر. یک دو لیتیوم واکنش پذیری کمتری نسبت به فلز سدیم دارد. اوکی، بنابراین در واکنش با گاز کلور تولید نور شدید نمی کند. این درست یا غلط؟ درست یا غلط؟ اشتباه. اشتباه؟ بذارید بگم کدوم صفحه کتاب درسیتونه که شماها با دقت کتاب درسیتونو نمیبینید، نمیخونید، بعد میگه آقا چرا نتیجه نمیگیریم. صفحه برید همون صفحه 9 و 2 3 صفحه 14 صفحه 12 عذرخواهی میکنم، صفحه 12 شکلو نگاه کنید. هر دوی اینها نور شدید تولید میکنند. سدیم بیشتر تولید میکند. هر دو تولید میکنند، یکی بیشتر. تولید نور، آزادسازی گرما، تشکیل رسوب و خروج گاز از نشانه های تغییر شیمیاییه. این کاملا درسته، عیناً حاشیه کتاب درسیتونه، ربطی هم به درس الانمون نداره. جلای نقره فلز منیزیم در مجاورت هوا به سرعت از بین میرود و سطحش کدر میشه. غلط. اون چیزی که تو سطح هوا یهو میتره که میپکه میره چیه؟ چیه؟ سدیم. آفرین. منیزیم نیست، سدیمه. منیزیم نیستش که. حالا در واقع فلزات قلیاییه که خیلی به سرعت میترکن. سانیان جان نور شدید اتفاقا تولید میکنه. شما این شکل کتاب رو که مربوط به لیتیومه، اینو شما نور شدید نمیدونی؟ اینو بدیم بغل ببین. اینم همونه، این یکمی کمتره. نور شدیده دیگه، نور شدیده. بعدی سیلیسیوم شکننده است. بله. رسانه الکتریکی کمی دارد. بله. در اثر ضربه خرد می شود. بله. این اوکیه. قل رسانه گرمایی و الکتریکی بالایی دارد. اوکی. در واکنش با دیگر اتم ها الکترون از دست می دهد. فلز دیگه. کاملا این جمله واسهش جمله درستی محسوب می شه. اینم از این موضوع. بریم آخریاش. 1 2 3 4 5 6 اوه نه زیاده. 4 تای اول 1 2 3 4 یه دقیقه زمان فکر کنم الان خیلیاتونم زدین البته، ولی یک دقیقه زمان شروع بفرمایین. اول کربن، گفتم کربن میشه خود گرافیت دیگه، کربن خشک و خالی میگه میشه گرافیت. سطحش تیر است. بله. در اثر ضربه خرد میشود. بله. کاملا درسته. ژرمانیوم دارای رسانه گرمایی بوده. بله. در اثر ضربه خرد میشود. بله. این خیلی هم اتفاقا مهمه ها، که اون تمرین کتاب درسیه رو برید نگاه کنید که خود کتاب نوشته ژرمانیوم رسانه گرمایی داره. سرب جامدی شکل پذیر است به فلز دیگه، رسانه خوبه، گرما و الکتریسیت است. بله. جلسه پیش هم اینو دیدیم، گفتی وقتی میگه رسانه خوب یا فلز یا گرافیت. بعدی کربن رسانه الکتریکی دارد، رسانه گرمایی ندارد. بله. این موضوع هم فکر کنم جلسه پیش با هم دیدیم دیگه. الماس برعکس کربن بود، برعکس گرافیت بود، عذر میخوام. الماس چجوری بود؟ رسانه گرمایی داشت، رسانه الکتریکی نداشت. کربن خشک و خالی که همون گرافیت ما باشه، رسانه گرمایی نداره، رسانه الکتریکی داره. حله. و در واقع بریم 4 تا عبارت آخرم بزنین، 1 و 2 و 3 و 4، این 4 تا هم حل بکنین بریم تمرین بعد. بودو بودو. هر وقت بگه آلوتروپ باید الماس رو در نظر بگیریم. نه دیگه، اون خودش باید بگه الماس، ولی کربن خشک و خالیش در واقع میشه گرافیت، اونو میگه. خب بریم بعدی. در گروه چهارم همه عنصرها در دم اتاق جامد هستند. خب گروه چهارم کجاست؟ میفته تو واسطه ها. گروه چهارمی ها همگی فلز محسوب میشن، همگی هم در دم اتاق جامد هستند. در دمای اتاق در میان عنصرهای دوره سوم هر سه حالت جامد و مایع و گاز یافت میشه، مشاهده میشود. این عبارت غلطیه.
عنصرهای دوره سوم در واقع نیستن که به این ویژگی رو دارن، عنصرهای دوره چهارمن که ما توش هم مایع میبینیم، هم جامد میبینیم، هم گاز میبینیم. عنصرهای دوره سوم بیاید حساب کنیم: سدیم، منیزیم، آلومینیوم، سیلیسیوم، فسفر، گوگرد، تا اینجا همه جامد، کلور و آرگونش گاز، مایع نداره. یعنی ما عنصرهای دوره سوم مایع نداره. از دوره دوم جدول دوره‌ای به بعد، جواب میدم فاطمه جان، کلیه نافلز ها و شبه فلز ها تو دسته پی هستن. از دوره دو به بعد، بله کاملا این جمله جمله درستیه. برگردم بالا رو این جدول تناوبی که داشتیم نشون بدم بهتون، ببینید داستان از چه قراره. بفرمایید. الان دوره اول هلیوم و هیدروژنش جزو دسته اس هستن، نافلزن، ولی وقتی دوره دو به بعد داری بررسی میکنی همه نافلزا و شبه فلزا میفتن توی دسته پی. اینا همگی جزء دسته پی هستن دیگه، از اینجا تا اینجا. بله کاملا این جمله جمله درستی محسوب میشه. بریم بعدیش ببینیم داستان چیه. بجز کربن کلیه عنصرهای 14 هم، گروه 14 هم سطح براق دارن. بله دیگه، سیلیسیوم و جرمانیوم به عنوان شبه فلز سطحشون درخشانه، قلع و سرب هم که دقیقا همین ویژگی رو دارن، ولی کربن چون نافلزه در واقع سطحش تیر است. فاطمه من سوالتو جواب بدم بعد بریم سراغ سوال 9. بفرمایین. بله جان. استاد من نجلسه چی بکنم کردم ببینم الان هم یه وارد سال شدم، بعد خودم چکت سال نمیتونم آفلاین جلسه چی بکنم. میشه بگید دقیقا تا کتاب مثلا ببین. من دقیقا جلسه پیش بخوام بهت بگم این تیتر شناخت جدول تناوبی تعریف فلز نافلز و اینا رو گفتم، بعدش تغییرات روند شعاع اتمی رو در واقع درس دادم یه خورده، و این ویژگی های عنصرهای دوره سوم و گروه چهاردهم و اینا رو یکم بررسی کردیم. یعنی تا همینجا یکم حفظی مفسی بود، درس پیچیده ای نبود بگی الان مثلا واو خیلی مشکل داره. آره درس اصلیمون از اینجا بعد، بعد از این دوتا تمرینی که الان حل میکنیم تو این فصل. بله استاد متوجه. بعد استاد باید ما کلن تو حالت میتون وارد میشدیم الان. آره الان، نه الان آره، بعد این سایت که درست بشه این موضوع در واقع برطرف میشه. بله خواهش میکنم. عرفان دوره چهارم بروم مایع است. تو دوره چهارم بروم حالت فیزیکیش مایع است. خب یه تمرین خوشگل داریم، ببینیم این داستانش از چه قراره، کدوم موارد داده شده درستن. شروع کنین. ببینید بچه ها، اول از همه شما باید تشخیص بدید اینا کدوم دوتا عنصر هستن. اصلا داریم مقایسه میکنیم. عنصری که آرایش الکترونیش به سپی دو ختم میشه، بچه کدوم عنصره؟ اسم عنصر نمادش هم بنویسید. اوکی حالا فارسیشو اگر نمینویسید. آره دیگه سیلیسیومه. 5P5 خط بشه کیه؟ گوگرد نیست که، سیلیسیومه. 5P5 آفرین، یوده. یعنی تو گروه 17 قرار داره و تناوب پنجم، فلور، کلور، بروم، یود. خب بدیهیه که سیلیسیوم به عنوان یک شبه فلز درخشندگیش بیشتر از یود به عنوان یک نافلزه و کاملا من با این مورد موافقم. حالا بریم بعدی. چکشخاری 28 ای بابا من دوباره صفحه چتم رفت. بعدی 28 چیه بچه ها؟ نیکل. 53 چیه؟ کدوم عنصر 53؟ یود باز. بله خب بدیهیه که چکشخاری یک فلز از چکشخاری یک نافلز بیشتره دیگه، اینم درسته. بعدی تمایل به اشتراک گذاشتن. اشتراک گذاشتن الکترون مربوط به خصلت نافلزیه. 4P2 این کدوم عنصره؟ 4P2 آها جرمانیومه.
4S2C1 کدوم عنصره؟ 4S2C1. آها این اسکاندیومه، بدیهیه که جرمانیوم به عنوان یک شبه فلز کلا میل به اشتراک الکترون داره، در حالی که اسکاندیوم به عنوان یک فلز در گروه سوم واسطه است. بله این میل زیادی به اشتراک الکترون عملا نداره دیگه، حالا میل زیاد که چه عرض کنم کلا نداره. بعدی رسانایی گرمایی 34 کدوم عنصره؟ 34 سلنیومه، سلنیوم هم که یک نافلزه. 14 کدوم عنصره؟ سیلیسیومه. آها به لحاظ رسانایی گرمایی سلنیوم که کلن رسانایی گرمایی نداره، سیلیسیوم به عنوان یک شبه فلز یک کوچولو رسانایی گرمایی داره، پس این مورد مورد نادرستی محسوب میشه. بعدی دوپیدو کدوم عنصره؟ دوپیدو آلومینیوم، کربن، آلومینیوم سپیه که کلن کربن. 4P4 کدوم عنصره؟ 4P4 سلنیوم. خب بدیهیه که رسانه الکتریکی کربن از رسانه الکتریکی سلنیوم بیشتره و این مورد هم کاملا مورد درستی محسوب میشه. خیلی سوال خوبی بود، یه مرور شد، تسلطتون هم در واقع روی جدول تناوبی سنجیدیم. اما یه تمرین و تست داریم نسبتاً بخوام بگم طولانی، و حالا نه طولانی نگیم خیلی طولانی نسبت به این سوالایی که حل کردیم، یه سوال جوندار، اینم باز مرور کنه خفن و خوبه. من صفحمو فقط نمیدونم البته آنزوم نمیتونم بکنم، یه چند دقیقه میذارم اینجا بمونه، یه دقیقه اول از همه عنصرها اینو تشخیص بدید، عنصرهاشو که تشخیص دادید برای اونا که جزوه ندارن، عنصرهاشو که تشخیص دادید بعد عبارت شروع کنید به زدن، ببینم چه میکنی. شروع کنی؟ خب گوشا با من، اول از همه ببینیم عنصراش کیه. این رسیده به 3P5، کدوم عنصر بچه ها؟ عنصری که آرایش الکترونیش به 3P5 ختم بشه. آه این کلوره. 4P2 باری کلا این جرمانیومه. 3S2 این منیزیومه. 3P2 این سیلیسیومه. 5P1 اسم این اگه بگید دمتون گرمه. آها این پایین گالیومه، بور، آلومینیوم، گالیوم، ایندیوم، تالیوم، این ایندیومه. بعدی 3P4 تکنسیوم از کجا آوردید؟ خب این گوگرده، حالا عبارت میزنیم. وجه تشابه آوجی رنگشونه، آ کلوره زرده، گوگردم زرده. بله عنصر ای ایندیوم نسبت به عنصر زیرین خودش خصلت فلزیش بیشتره. غلط بچه ها، فلزه پایین تریش قطعا فلز قوی تری قراره باشه، پس این غلط. از واکنش آ با ای کلور با ایندیوم، آها این یه کمیش ترکیب شده با دهم. ما میدونیم که کلور سیل منفی تشکیل میده، ایندیوم هم ایندیوم سه بار مثبت تشکیل میده، این میشه INCl3. پس ترکیبی به فرمول EA3 تشکیل میشه، کاملا موافقم. اینو نگه داریم، بعدی رو بزنیم. در میان عنصرهای نشان داده شده فقط یک عنصر وجود دارد که اتمش تمایل داره الکترون از دست بده و به گاز نجیب نرسه. در واقع اتمش الکترون از دست میده تو واکنش با دیگر اتم ها و به گاز نجیب نمیرسه. درست یا غلط این آخری؟ آفرین، بله این درسته دیگه. بین اینا نگاه بکنید، هم منیزیوم میرسه به آرایش گاز نجیب، اولا میخواد الکترون از دست بده، خب منیزیومش که هست، ایندیومش هم که هست، فلز زن این دوتا. ولی منیزیوم وقتی 3S2 رو از دست میده به 2P6 میرسه که گاز نجیب هست،
اما ایندیوم مثل آلومینیوم اگه سه بار مثبت تشکیل بده این سه تا رو از دست بده به 4D10 ختم میشه. اگه به 4D10 ختم میشه پس به آرایش گاز نجیب قبل از خودش نمیرسه. حواستون به این جمع باشه. بله اون عبارت آخر عبارت درستیه و فقط در واقع F مد نظر بوده. و این یه دونه عبارت. این یه دونه عبارت. از دوره سوم به پایین عنصر کیو فقط نسبت به یک عنصر خصلت فلزی کمتری دارد. عنصر کیو میشه منیزیوم. منیزیوم فقط نسبت به یک عنصر خصلت فلزی است. از سوم به پایین کمتره. فقط این باید این مدلی مینوشت. نسبت به سدیم هم تازه باز کمتره. نسبت به کلی عنصر دیگه کمتره. این فقط نسبت به در واقع بریلیوم بالا سریش خصلت فلزی بیشتری داره. همین. ببین آقا جان من برم روی این جدول این منیزیوم. منیزیوم فقط نسبت به بریلیوم که الان واکنش پذیریش بیشتره. تمام. حتی نسبت به این بغلیاش نسبت به سدیم واکنش پذیریش دوباره کمتره. نسبت به کل این پایینی هم کمتره. اشتباه نشه دیگه. دی هم سیلیسیومه. چی؟ بذار برم ببینم اونو کیمیا. حله؟ پس فقط نسبت به یک عنصر واکنش پذیریش بیشتره. دی سیلیسیومه. بله. ولی الان داریم راجع به کیو صحبت میکنیم. این جمله پس اگه بخواد اصلاح بشه خاصیت فلزی بیشتر باید میگفت. فقط نسبت به بریلیوم تازه یه همچین اتفاقی براش میفته و خصلت فلزی بیشتری پیدا میکنه. حله؟ حله. یه دونه یک به من میدین کامل اوکی این؟ بریم تیتر جدید. بله عالی عالی عالی. بیایید من برم کنار یه اسکرین اگه میخواید بگیرید. خب دوباره مرسی مرسی. سوالی که نیست. یه تیتر خیلی مهم داریم. شاید بگم تازه الان یه کمی بحثمون جذابتر میشه. رقابت عنصرها برای انجام واکنش و حالا در واقع بهتره بگیم فلزات برای از دست دادن الکترون. سیلیسیوم به گاز نجیب میرسه مگه؟ سیلیسیوم به گاز نجیب نه. ببین اون دو تا جایی که داشتیم صحبت میکردیم عزیز من راجع به منیزیوم بود و ایندیوم، چون میخواست الکترون از دست بده. این یک که میخواست الکترون از دست بده پس میشد فلزات. بین اینا فلز فقط منیزیوم و ایندیومه. اوکی فاطمه شما هم گوش بده. میخواست الکترون از دست بده پس فلزه. پس کیو و ای اینجا فقط مد نظرن. سیلیسیوم که شبه فلزه، جرمانیوم که شبه فلزه، کلور و گوگرد هم که نافلزن. پس این دوتا. مرحله بعد بین این دوتا قراره که یکی به گاز نجیب نرسه. اونم در واقع ایندیومه که یون سه بار مثبت تشکیل میده، همگروه آلومینیوم دیگه. مثل آلومینیوم سه بار مثبت تشکیل بده به آرایش 4D10 ختم میشه، در حالی که منیزیوم دو بار مثبت به آرایش 2P6 که در واقع آرایش گاز نجیب نئونه میرسه و کاملا اوکیه. سیلیسیوم آها نکته بعدی که کیمیا پرسیدی، سیلیسیوم اتفاقا با اشتراک الکترون به آرایش گاز نجیب میرسه، 8D هم میشه گاز نجیب بعد خودش. بله. اما بحثی داریم تحت عنوان رقابت عنصرها برای انجام واکنش که در واقع میشه همون واکنش پذیریمون به نوع به طور کلی. میخوایم اینو با هم دیگه بررسیش بکنیم. گوشا با من. فرض بفرمایید یک واکنش جابجایی یگانه میخواد انجام بشه. واکنش آی به علاوه بی سی و تولید بکنه آسی به علاوه بی رو. میخواییم فرض کنیم که این واکنش انجام میخواد بشه. شرط انجام پذیری این واکنش چیه؟ شرط انجام پذیری این واکنش چیه؟ در اینجور مواقع ادعا میکنیم دو تا بیان مختلف داره. یک میگن عنصر به حالت آزاد سمت چپ از عنصر به حالت آزاد سمت راست، حالا فلز سمت چپ نسبت به فلز سمت راست، در واقع باید واکنش پذیری بیشتری داشته باشه. این یک بیانشه. این یک بیانشه. یه بیان دیگه‌ش هم اینه که همون عملاً
میگیم فلز آزاد باید نسبت به فلز داخل ترکیب که دوباره همون بی باشه باید واکنش پذیری بیشتری داشته باشه. حله. پس در نتیجه آفرین، بله، پس در نتیجه اتفاقی که میفته چیه؟ من از نظر واکنش پذیری متوجه شدم واکنش پذیری آ باید از واکنش پذیری بی بیشتر باشه، اما راجع به ترکیبش هم من میتونم بیام نظر بدم، بگم حتی از نظر واکنش پذیری واکنش پذیری ترکیب بی سی هم نسبت به ترکیب آسی در واقع بیشتره. این یک. دو، از نظر پایداری بخوایم بررسی بکنیم، ما میدونیم هرچی واکنش پذیری بیشتر باشه پایداری کمتره، یعنی اگر واکنش پذیری آ از بی بیشتره پایداری آ از بی کمتره و همچنین پایداری ترکیب بی سی نسبت به ترکیب آسی کمتره. مطلب بعد، راجع به ترکیب که من اومدم واکنش پذیری گفتم بی سی از آسی بیشتر، عملا این وسط سی یون ناظر یا تماشاگره. من اگر یونهای اینا رو بررسی کنم، مثلا بی ان بار مثبت و آی ان بار مثبت، واکنش پذیری یون بی ان بار مثبت هم نسبت به آی ان بار مثبت کمتره. پس در چه از نظر پایداری هم که بررسی میکنیم، پایداری کاتیون بی ان بار مثبت برعکس نسبت به آی ان بار مثبت کمتره. گرفتین؟ یه دونه یک بدین تا اینجا. تا اینجا همه اوکی این؟ حالا به خاطر همینه، به خاطر همینه وقتی ما میگیم واکنش پذیری یک فلز بیشتره، میلش به از دست دادن الکترون بیشتره، میلش به از دست دادن الکترون بیشتره، داخل جزوه بریم نگاه کنیم اینو، میلش به از دست دادن الکترون بیشتره، بیشتر دوست داره بره تو ترکیب قرار بگیره و چون فعالیت زیادی داره نگهداریش دشوارتره و حتی استخراجش از سنگ معدن بیشتر سخت‌تر و دشوارتره. چرا؟ چون شما وقتی یک فلز فعال داشته باشی، برم اون طرف، وقتی شما یک فلز فعال داشته باشی، آی انبار مثبتی که تشکیل میده پایداری بیشتری داره، به خاطر همین الکترون دادن بهش سخت‌تره و بیشتر دوست داره به حالت ترکیب باقی بمونه. مثلا شما تو طبیعت سدیم ندارید، سدیم کلرید میبینید که اونم خارج کردنش خیلی کار سختیه، استخراج مثلا سدیم خیلی کار سختیه. حله؟ حالا مجدد این موضوع رو اون طرف هم ببینیم تو واکنش حقیقی. یه لیست واکنش پذیری اینجا داریم که اینو بررسی خواهیم کرد. این پایین میخوام بنویسم. یه واکنش به شما میدن، میگن واکنش ZN به علاوه CUSO4 انجام پذیر است یا نیست. شما در اینجور مواقع کاری که باید بکنید بچه ها اینه، یک لیست واکنش پذیری فلزی باید حفظ باشید که اینه. البته وسط این کربن هم وجود داره که اشاره کردم. داستانش از چه قراره؟ باید این ترتیبه رو حفظ کنید، چیز خاصی هم نیست. واکنش پذیری گروه یک از گروه دو بیشتره، گروه دو از آلومینیوم، آلومینیوم از ZN، ZN از تیتانیوم، تیتانیوم از آهن، این ستا هم CU و نقره و طلا به ترتیب قیمت. در واقع این گروه یک و دویی ها واکنش پذیریشون خیلی زیاده، این مس و طلا و نقره اینا واکنش پذیریشون خیلی کمه، اینا رو که چک میکنید به ترتیب قیمته، گروه یک و دوش هم که در واقع واضحه، این وسط شما فقط میخواید چهار تا حفظ کنید، آل زد ان تیتانیوم آهن، آل زد ان تیتانیوم آهن. اما این یعنی چی؟ کسی که توی این سریه جلوتر قرار میگیره، واکنش پذیری فلزی بیشتری داره، میل بیشتری به از دست دادن الکترون داره، راحتتر میچپه میره داخل ترکیب، اون فلزی که داخل ترکیب وجود داره رو الکترون بهش تحویل میده، پرتش میکنه بیرون. پس الان وقتی من میخوام واکنش ZN به علاوه CUSO4 رو بررسی کنم، پلاتینم اون عقب مقب است، بالاتر از حد، یعنی از طلا هم واکنش پذیریش کمتره. شما الان ندارید، 12 هم میخونید. ZN به علاوه CUSO4، ZN واکنش پذیریش خوب از CU بیشتره، پس این واکنش واکنشی است انجام پذیر، تولید ترکیب ZNSO4 میکنه به علاوه CU.
تولید ZnSO4 میکنه. بله سب کن عرفان، چشم. چرا میپرسید همش؟ میگم اون وسط نکته نخوندم، میگم چشم آروم. الان از نظر واکنش پذیری، یه دور اینا رو مجدد با هم همینجا روی واکنش حقیقی چک کنیم. از نظر واکنش پذیری، واکنش پذیری ZN نسبت به واکنش پذیری CU بیشتره. واکنش پذیری ترکیب CuSO4 هم نسبت به در واقع ترکیب ZnSO4 بیشتره. همچنین من بخوام بررسی کنم کاتیوناش چپه میشه دیگه. واکنش پذیری CU دوبار مثبت از ZN دوبار مثبت بیشتره. برعکس همین میشه پایداری. از نظر پایداری فلز ZN واکنش در واقع پایداریش کمتر از مسه، و همچنین CuSO4 پایداریش کمتر از ZnSO4 و همچنین پایداری مس دوبار مثبت کمتر است از ZN دوبار مثبت. اینا رو ما میتونیم نتیجه گیری بکنیم. واکنش پذیری یون چرا برعکس شد؟ ببین داستان از این قراره، وقتی یه فلز الکترون میده دیگه تمایل نداره از اون آرایش پایداری که پیدا کرده خارج بشه، مگر اینکه یه واکنش، یه فلزی با واکنش پذیری دیگه که خیلی ازش بیشتره بیاد به زور بهش الکترون بده. به همین دلیل هرچی واکنش پذیری بیشتر باشه، این الکترون وقتی از دست میده دیگه به این سادگی نمیتونی تو بهش الکترون بدی برش گردونی. به خاطر همین ترکیبش پایدارتر میشه. کلا واکنش پذیری با پایداری رابطه عکس داره. راجع به واکنش پذیری حتما سطح انرژی رو هم میتونم بنویسم که بهش آنتالپی هم میگن، فصل دوم انشالله میخونیم. این از این موضوع. همه اوکی این یه دونه یک بدین؟ همه اوکی این یه دونه یک بدین؟ مرسی. حالا بریم اینجا چک کنیم. همین حرفی که اینجا زدم رو دیدیم. یه چیز دیگه هم بگم بهتون. شما مثلا الان میخوای مس رو از داخل ترکیبش خارج کنی، سنگ معدن برداشتی، مثلا چون میدونم کلسیوم، ببخشید مس دو کلوریده یا مس یک کلوریده، خب شما میتونی بهش خیلی آپشن زیاد داری بزنی، مثلا ZN میتونی بزنی، ولی مازاد بر ZN هر عنصری جلوترش هم باشه میتونی بهش اضافه بکنی. ولی وقتی شما میخوای بری آلومینیوم استخراج بکنی حتما باید گروه 1 و 2 بهش بزنی، وقتی میخوای گروه 2 استخراج کنی حتما باید گروه 1 بهش بزنی. به خاطر همینه که گزینه‌های روی میزت کمتر میشه و میگیم هرچی واکنش پذیری فلزی بیشتر باشه استخراج هم دشوارتره، چون گزینه روی میز برای استخراجت کم میشه. اگرم باشه پرهزینه است. و راجع به واکنش پذیری کربن که پرسیدن، طبق تمرین کتاب درسی چون کربن میتونه بیاد FeO رو در واقع آهن رو از داخل ترکیب FeO خارج کنه و همچنین میتونه بیاد آهن رو از ترکیب Fe2O3 خارج بکنه، که ترجیحاً این دو واکنش رو لطفاً حفظ باشید، ترجیحاً میتونیم نتیجه گیری بکنیم که واکنش پذیری کربن از واکنش پذیری آهن در واقع بیشتره. و اگر اینو بخوام بیارم داخل لیستم قرار بدم، اینجوریه که این وسط انگارکی کربن رو داریم قرار میدیم. حله اینم یه دونه یک بدین. برای استخراج گروه یک از چی استفاده میکنن؟ معمولا از چیزی استفاده نمیکنن و برق کافت میکنن. 12 فصل 2 میخونین. کربن واکنش پذیریش از سدیم کمتره؟ قطعا بله. کیمیا سوال داره. چرا یون دقیقاً سلام بله. اگه بخشید یه سوال برام پیش اومده، اینه که چرا دونها دقیقاً در عکس واکنش پذیری هست؟ توضیح دادم برات که همین الان. ببین شما وقتی یه گونه الکتری فلز، من سدیم هم مثلا یه فلز واکنش پذیرم، الکترون از دست میدم، میرسم به آرایش گاز نجیب. خب چجوریه که گاز نجیب واکنش نمیده؟ حالا با این منطق نگاه کن دیگه، چجوری گاز نجیب واکنش پذیریش داره کم میشه؟ خب اون فلزم واکنش پذیریش یهو کاهش پیدا میکنه که تبدیل شده به آرایش گاز نجیب. حله؟ خواهش میکنم. به صورت آزاد در طبیعت هستن گروه اول؟ خیر، گروه اول اصلا به صورت آزاد تو طبیعت یافت نمیشن. حتی ما هالوژنا هم به صورت آزاد تو طبیعت نمیبینیم. واکنش پذیرترین فلزا و نافلزا معمولا به صورت ترکیبن تو طبیعت. حله؟ بریم یه سوال بزنیم، یه دونه دو تا سوال در واقع حل بکنیم. آره این یه دونه رو من میخوام ازتون حل بکنید. چند مورد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 4 مورد اول، 5 مورد اولش، 9 مورد.
5 مورد اول بزنین با هم دیگه چک بکنیم. شروع کنیم. واکنش به صورت طبیعی پیشرفت میکند. کربن آیا میتونه سدیم از داخل ترکیبش خارج کنه؟ نه آقا، تو سری واکنش پذیری عقبتره، پس این واکنش انجام نمیشه. سدیم آیا میتونه آهن از داخل ترکیبش خارج کنه؟ بله، این واکنش انجام میشه. آهن آیا میتونه زدن از داخل ترکیب خودش خارج کنه؟ نه خیر آقا جان، آهن واکنش پذیریش از زدن کمتره، نمیتونه این واکنش انجام بشه. بعدی، آل میتونه MG از داخل ترکیب خارج بکنه؟ نه خیر، واکنش پذیری فلز گروه 2 از آلومینیوم بیشتره، واکنش انجام نمیشه. و آخریش، طلا میتونه مثلا از داخل ترکیب خارج کنه؟ این که دیگه اصلا خیلی جوک بود دیگه، اینم واکنشش انجام نمیشه. اصلا واکنش پذیری فلز برای طلا از همه کمتره، چجوری میخواد یه عنصری از داخل ترکیب خارج کنه؟ حل؟ چهارتا آخری رو بگید، یه کمی ریزه کاریش بیشتره و منطق میخواد. یه دقیقه دیگه وقت میدم، یه دقیقه اونیم با من، گوشا با من. این چهارتا آخر خیلی باحاله. حالا البته اولیش نه، ولی سه‌تا آخرش بله. کربن یا کلسیوم از داخل ترکیب خارج میکنه؟ واکنش میده؟ نه. این بعدیش جالبه، سیلیسیوم لیکوید CO2 SiO2 کربن. این تمرین دوره یه کتابتونه و البته غلط هم هست. واکنش رو بذارید بگم صفحه چند کتاب درسیه. تمرین دوره ای، تمرین دوره ای، خیلی رفتیم جلو. یه لحظه چرا پیداش نمی کنم. صفحه 40 خورده ای، 40 پیدا شد، صفحه 47، صفحه 47، تمرین شماره 3. کتاب درستون یک چیزی معرفی میکنه، اینو بد نیست کلن یاد داشتش بکنید. واکنشش من اینن جملهشو میخونم، میگه سیلیسیوم عنصر اصلی سازنده سلول خورشیدی است. واکنشی که حالا توی اون سلول خورشیدیه میگه انجام میشه و حالت فیزیکیش هم مهمه اینه که SiO2 جامد و کربن جامد بهش میزنیم توی دمای البته خیلی بالا، این تولید سیلیسیوم لیکوید میکنه به علاوه CO گازی. این واکنش خیلی مهمه. حالت فیزیکیه چی مهمه؟ این لیکویده خیلی اهمیت داره که سیلیسیومش جامد نیست، سیلیسیومش مایع است. این دوتا جامده است، CO هم که گازه و CO2 هم نمیده، CO تولید میکنه. حواستون خیلی به این جمع باشه. صفحه 47 این است. پس این مورد غلطیه دیگه، چرت بود. NaCl به علاوه بیاردو. آقا شما راجع به اینا حرفی نزدید. بله، ولی یه چیزو بدانید و آگاه باشید، اینا نافلزن، منطقشون باز مثل فلزاست. الان نافلز آزادش چیه؟ برومه. نافلز تو ترکیبش چیه؟ کلوره. آیا بروم میتونه کلور رو از داخل ترکیب خارج کنه؟ نه. اول از همه فلور، کلور، بروم، یود. مثلا اینجا فلور میزدی میتونست این از داخل ترکیب خارج کنه. فلور عوض میخوام، آره دیگه، فلور میزدی میتونست کلور رو از داخل ترکیب خارج کنه. ولی وقتی بروم زدی، چون واکنش پذیریش از کلور کمتره، چجوری میخواد این کارو بیاد انجام بده؟ زورش مگه میرسه الکترون رو بیاد از کلور بگیره خودش بره داخل ترکیب بعد به کلور بگه برو؟ نمیتونه. پس این واکنش هم انجام نمیشه. پس یه جایی هست آقا منطق خودمون رو به کار میبریم. اینم فهمیدید؟ یه دونه یک بدید. این دوتا ستا اوکی بود، یه دونه یک بدید. آها، و آخریش اینم باحاله، یه نظر به من بدید درست یا غلط. FE به علاوه HCl، ما راجع به این نخوندیم، ولی معمولا میدونید که فلزات با اسیدا واکنش میدن، تولید نمک میکنن با گاز هیدروژن. این واکنشه کلیتش درسته، یه چیزش مشکل داره که غلطش میکنه. آهن وقتی به صورت خشک و خالی وارد میشه، مثلا Fe2O3 نباشه، حتما با ترکیب 2 باید شرکت کنه. یعنی در واقع
FECL2 باید تولید کنه نه FECL3. من دو تا واکنش از آهن براتون می‌نویسم ببینید منظور من چیه. شما وقتی آهن رو خشک و خالی بدون اینکه تو ترکیب باشه در واقع دارید کار میکنید باش، با HCl واکنش میدی، تولید FECL2 میکنه، FECL2 میکنه به علاوه گاز هیدروژن. ولی اگر همین مثلا باشه Fe2O3 بعد به این HCl اضافه بشه، اینجا دیگه خودش اصلا ظرفیتش 3 بوده، تولید FeCl3 میکنه به علاوه H2O که راجع به این زنگ بعدی قراره با هم دیگه یک کمی چک و چونه بزنیم. حله بچه ها، صدای من درسته دیگه؟ زهرا پرسیده صدا برای همه قطع و وصل میاد، صدا خوبه دیگه؟ صدا خوبه گویا، بر اوکیه. زهرا جان نتت فکر کنم مشکل داره. حله؟ بله صدا خوبه. پس اینا حواسمون جمع باشه، آهن خشک و خالی که من میگم با ظرفیت 2 شرکت میکنه، مگر تو ترکیب خودش ظرفیتش 3 باشه. البته در سطح شماها ما داریم جایی که اینجوری هم نباشه، با یه گونه‌های خاصی هم با ظرفیت 3 وارد واکنش بشود که شما این رو بررسی نمیکنید. حل اینم از این. پس الان ما واکنش پذیری ها رو هم خوندیم، بریم یه آنتراک بیاریم، چون سوال بعدی یه کمی، یه دو تا سوال بعدمون یه کمی بیشتر هم کار میبرن، با انرژی بیشتر باشیم و این حفظیات فصل اول، این تیکه اولیش رو با هم جمع بکنیم. صفحه که واکنش پذیری رو آوردم بیارم که اسکرین بگیرین. چشم واکن، آها اون صفحه سفید منظورته. بله بله، صفحه دو تا صفحه قبلش. بفرمایین بفرمایین. یه موقع اصلا این مدلی اصلا بهتون سوال میده و نمیدونید این عنصرها کیان، باید مقایسه کنید. الان میگه x از m در واقع واکنش پذیریش بیشتره، x از m واکنش پذیریش بیشتره. چرا؟ تونسته بیاد جای m رو داخل ترکیب بگیره. z زدیم به xSO4 و بی تأثیر بوده، پس x واکنش پذیریش از زد بیشتر بوده و زد نتونسته بیاد جای اینو داخل ترکیب بگیره. ام با زد اس واکنش داده، تونسته زد رو از داخل ترکیب خارج کنه، پس درنتیجه ام واکنش پذیریش از زد بیشتره. تمام، حالا میریم مقایسه میکنیم. پس الان ام از زد بیشتره، ایکس هم از زد بیشتره، ایکس هم از ام بیشتره. ببینیم درسته یا نه. M از Z بیشتر، خب بله. Z از X بیشتر، این خب اینم درسته. بعد یکی که X هم از M در واقع بیشتره، خب پس اینم درسته دیگه، کاملا هیچ مشکلی باش نداریم. در شرایط یکسان، در شرایط یکسان تمایل کاتیون ها برای تبدیل شدن به حالت آزاد یا خونسا، این برعکس واکنش پذیریشون میشه. اگه واکنش پذیری X از Z بیشتر باشه، Z از M بیشتر باشه، این چپش میشه و حالا هر چیز دیگه. الان در واقع من اگر اینو بخوام ترجمه بکنم به خود واکنش پذیری عنصرش به این صورته، M از Z کمتر، M از Z بیشتره، اسخای میکنم واکنش پذیری، M از Z بیشتره، Z از X بیشتره، Z از X بیشتره. حالا ببینیم این هست، خب M از Z بیشتره، بله، Z هم از X بیشتره، خب Z از X کمتره. به خاطر این تیکه، چون همین جوریش الان اینجا x از z باید بیشتر باشه، پس میل گرفتن کاتیون x دوبار مثبت به الکترون از z دوبار مثبت به الکترون کمتره. پس این کاملا عبارتش عبارت غلطیه. مشکلی هست؟ دو نفر دست آوردن بالا، بذارید حل کنم بعد من اینو توضیح میدم. واکنش فلانی به طور طبیعی انجام نمی شود. الان زد آیا واکنش پذیریش از ام بیشتره؟ زد آیا واکنش پذیریش از ام بیشتره؟ خب بریم چک بکنیم. بچه ها زد از ایکس کمتره؟ زد از ایکس کمتره؟ زد از عذر میخوام، زد از ام کمتره؟ پس زد نمیتونه ما از داخل ترکیب خارج کنه، پس در نتیجه به طور طبیعی انجام نمیشود؟ به طور طبیعی انجام نمیشود؟ خب پس در نتیجه بله انجام نمیشود دیگه. زد چون واکنش پذیریش از ام کمتره نمیتونه ما از داخل ترکیب خودش خارج بکنه. حالا آخرین عبارت، یه چی گفتن؟ اولی اشتباه، بذار ببینم.
ام از زد بیشتر، زد از ای... او زد از ایکس کمتره. بله بله من اینو اشتباه دیدم، زد از ایکس کمتره، پس اولی هم غلط. عذرخواهی میکنم بچه ها، ببخشید. زد از ایکس کمتره نه بیشتر، ببخشید. حالا آخری هم ببینیم، محلولی از فلان را میتوان در ظرفی از جنس فلان نگهداری کرد. حواستون به یه چیز جمع باشه، شرط نگهداری در یک ظرف، در یک ظرف اینه که واکنشی انجام نشه، واکنشی نده. پس در نتیجه اگر شما یه محلولی داری جنس فلز ظرفت واکنش پذیریش از فلز داخل ترکیب اون محلول بیشتر باشه، اینا با هم واکنش میدن و ظرفت میپوکه، نابود میشه، پس نمیشه نگهداری کرد. پس اگر میخوای بیای نگهداری بکنی یه محلولی رو داخل یک ظرف، باید چه کار کنی؟ فلزی که میخوای ظرف رو ازش برداری، اون ظرف میخواد اون جنسی باشه، واکنش پذیری فلزیش باید از فلز داخل ترکیب محلول کمتر باشه. بریم نگاه کنیم. الان ام آیا با زد اس او 4 واکنش، زد اس او 2 مرتبه واکنش میده؟ با زد ان او 3 2 مرتبه واکنش میده؟ خب ام واکنش پذیریش از زد بیشتره، خب بله این واکنش انجام میشه. پس نمیشه این محلول زد ان او 3 2 مرتبه رو تو ظرفی از فلز ام در واقع نگهداری کرد. این میتوان خط میخوره و میشه نمیتوان. اوکی یه دونه یک بدین. حل آره، پلاستیک نگهداری اسید لزوما پلاستیک معمولی نیست، خیلی متفاوته، بسته به اسیدشه، بسته به اسیدشه، تازه غلظت اسیدش هم فرق میکنه، ربطی نداره به پلاستیکش لزوما. تمرین 13 هم یه نکته باحال داره. این فقط یه چیزی شما من بخوام بهتون بگم، این سدیم هیدروکسیدش رو بکنید سدیم کلورید، سدیم هیدروکسیدش رو بکنید سدیم کلورید. بچه سایت به محض اینکه درست بشه میتونید جزوه رو آپلود کنید. من با این حال جزوه‌ای که جلسه پیش داشتیم و برای آموزشگاه میفرستم به اون، حالا اکانتی که از آموزشگاه تلگرام، واتساپ، هر چیز ارتباط دارید پیام بدید و اونجا در واقع براتون در واقع اوکیش میکنن. تست بعد شروع بکنیم، ببینیم داستان تست بعد از چه قراره. شروع کنیم بچه ها. عذرخواهی میکنم، جا به جا گفتم کلورید اینو بذارید برای این آهن سه کلوریده، آهن سه کلورید با سدیم هیدروکسید. من عذرخواهی میکنم ازتون. سوال داری سانیا؟ بله بفرمایید. سلام علیکم جان. استاد تو سوال قبلی که حل کردیم میشه قسمت دومش رو دوباره توضیح بدید؟ ببین تو قسمت دوم گفتیم اگه فرض سوال این بخواد باشه، در واقع باید واکنش پذیریش به این صورت باشه که ام از زد بیشتره، زد از ایکس بیشتره، چون دقیقاً کاتیوناش چپش میشه دیگه. خب حالا ما اینو نوشتیم، دیدیم ام از زد بیشتر، زد از ایکس بیشتر، و اینو دیدیم خب غلط، زد باید از ایکس کمتر باشه. نوشید همین دیگه، نگاه کن اینو، ام دوبار مثبت، زد دوبار مثبت، ایکس دوبار مثبت. خب این علامتش اینجوری، این از این کمتر، این از این کمتر، خب ما برعکسش کردیم بیشتر باشه. گفتیم کاتیونش در واقع واکنش پذیریش چپه آنیون، چپه اتم خونساش میشه، چپه خود فلزش میشه. خواهش میکنم. خب تست بعد شروع کنید بچه‌ها، شروع بفرمایید. 2 دقیقه هم زمان میدم. ببینید بچه ها، من واکنشش رو بنویسم. اینه واکنش های جا به جایی دوگانه عرفه دیگه، اینا رو باید بلد باشید. آهن سه کلورید، ببینید آهن سه کلورید میشه FeCl3، محلولم هست میشه AQ، با سدیم هیدروکسید NaOH که اینم باز AQه، فراورده حاصلش میشه چی؟ آهن سه بار مثبت میاد جای Na یه بار مثبت و اینجا طبیعتاً FeOH سه مرتبه ای تشکیل میده که رسوبه، FeOH سه مرتبه ای تشکیل میده که رسوبه، و سدیم هم که رفته جای آهن نشسته سه تا NaCl تشکیل میده که در واقع این محلوله. این است. عبارت اول،
پس از موازنه مجموع ضرایب واکنش دهنده 4. خب این یه دونه 1، این یه دونه 3، جمع میشه 4. پس این درسته. برای شناسایی یون هیدروکسید ازش استفاده میشه. نه خیر آقا جان، هیدروکسید که هست. ما اینجا واسه شناسایی یون آهن 3 بار مثبته که در واقع این رو میایم انجام میدیم واکنششو. چرا؟ محلول FeCl3 بچه‌ها محلول قرمز رنگه. رسوبی که تشکیل میده رسوب قرمز وقتی باشه، در واقع ما متوجه میشیم که این آهن 3 بار مثبت داخلش بوده. رسوب حاصل پس زرد نیست، رسوب حاصل هم قرمز رنگه. ترکیبات آهن 3 بار مثبت اصولا قرمز رنگن. اینو تو تیتر بعدیمون هم بهش اشاره خواهیم کرد همین چند دقیقه دیگه. و آخریش که از همه مهمتره، که میخواستم یه مفهوم بسیار بسیار مهمی رو بهتون یاد بدم، یون آهن 3 بار مثبت یون OH منفی واکنش میده و یون Na مثبت با Cl منفی واکنش میده. بچه ها ما بیایم اینا رو به صورت کاتیون آنیون جدا جدا بیایم در واقع بنویسیم. اینجا ما Fe 3 بار مثبت داریم، Cl 1 بار منفی داریم، هر دوی اینا AQ هستن. AQ AQ حالا سه تا دونه داریم مهم نیست، به علاوه Na مثبت داریم، OH منفی داریم، خب اینا هم هر دو AQ هستن. وقتی واکنش انجام میشه چی تولید میکنه؟ Fe میاد جای Na مثبت میشینه، Fe 3 بار مثبت، OH منفی، ولی چون رسوب تشکیل میدن این S، اینم S، و Na مثبتی که میره جای آهن میشینه، Na مثبت با Cl منفی شما همچنان محلول باقی میمونن. به خاطر همین ما میتونیم این Cl منفی و Na مثبت رو از طرفین خط بزنیم، Cl منفی و Na مثبت رو از طرفین خط بزنیم و بگیم آقا Fe 3 بار مثبته که با OH منفی داره واکنش میده و Fe OH 3 مرتبه که رسوبه رو داره تشکیل میده، و این یونایی که الان ما اینجا خط زدیم اینا یونهای تماشاگر هستن. پس آهن 3 بار مثبت با OH 1 بار منفی اینا با هم واکنش میدن، در حالی که Na مثبت Cl منفی واکنش نمیدن و تماشاگر هستن. تمام. Na مثبت با Cl منفی واکنش غلط. تیکه اولش اوکی، یا Fe 3 بار مثبت، OH منفی، واکنش اوکی. Na مثبت، Cl منفی، واکنش نخیر. گرفتین چی شد؟ این حرف اصلا ربط زیاد به 11ام نداشت، بحث عمومی شیمیه، همه جا حتی از 10ام و 12ام و اینا هم به دردتون میخوره. حل بچه‌ها یه دونه 1 به من بدین. من حرفای شما رو متوجه شدم ولی سوال رو نه در گزینه آخر. ببین سوال گفته Fe 3 بار مثبت و OH منفی از یه طرف واکنش میدن و این و در واقع همپایه ساز دیگه از تکرار در واقع حذف به قرینه لفظی داشته این واکنش میدهده. بعد دوباره گفته Na مثبت و Cl منفی هم با هم واکنش میدن. خب اینا با هم واکنش نمیدن. گرفتین؟ بله. عالی. اسکرین شات چیزی میخواید بگیرید. بریم سراغ تیتر حفظیات. بیا اینم بالاش. چرا نمیشه برای شناسایی یون هیدروکسید؟ کلا ما برامون فلزه مهمه که رسوب کنه، اصلا آنیونه اهمیت نداره. واکنش جابجایی دوگانه برای تشخیص فلز محسوب میشه، برای تشخیص کاتیون فلزه. حالا از طریق رنگ، چون ما تو محلول رو نمیتونیم بریم خیلی ساده چک بکنیم، رسوبش رو راحت میتونیم این کارو باهاش انجام بدیم. 1000 تا آزمایش داره. حله. خب اما هیدروکسید محیط قلیایی، بله، ولی ربطی باز به این نداره، NaOHش باز محسوب میشه، کاری به این واکنش نداریم. بعد از اینکه رسوبم میکنه خصلت بازی کم میشه، کاغذ پهاش رنگش عوض میشه. بله. خب اما بحث حفظیاتمون تو این تیکه، متن کتاب درسی از اول تا در واقع اونجایی که حفظی داره توی این تیتر، و با هم دیگه اینو میخوایم بررسیش کنیم که دیگه تیکه روند تناوبیمون امروز جمع بشه ایشالله. شما اینو دیگه خودتون به من بگید، احتمالاً هم میدونید. گسترش صنعت خودرو مربوط به، بگید بالا پایین، نمیخواد آره دیگه فولاده، با بالا پایین جواب بدید. گسترش صنعت خودرو مربوط به دسترسی به فولاده. پیشرفت صنعت الکترونیک
برای کیه؟ پایینی، بله، نیمه رسانه هاست. دوباره مواد طبیعی و ساختگی از کره زمین به دست میان. همه، بله، بالای همه دیگه. میخوای از کجا به دستش بیاری؟ از فضا میخوای بیاریش؟ از تو کره زمین میاد دیگه. قانون پایستگی جرم. هرچه میزان بهره برداری یک کشور بیشتر باشه، اون کشور لزوماً توسعه یافته نیست. مهم اینه که بهره برداریش هم چقدر باشه. الان مثلا ما نفت استخراج میکنیم، اینا بشکه 50 60 دلار میفروشیم، میره مثلا شرکت های فرانسوی میخرن، بعد اتفاقی که میفته چیه؟ هیچی. اونا یه چیزای جدید تولید میکنن، خوراک پتروشیمیایی تولید میکنن، به اندازه 500 دلار به خودمون میفروشن. خب این لزوما توسعه یافتگی محسوب نمیشه هرچی بهره برداریت بیشتر باشه. یه نموداری هم راجع به بهره برداری داره که آقا الان بین اینها وقتی نگاه میکنی، شما مثلا مواد معدنی، اولا مواد معدنی استخراجش از در واقع سوختای فسیلی بیشتر بوده، می‌بینیم دیگه، سوخت فسیلی هم از فلز بیشتر بوده و اینا هم به تدریج در واقع افزایش پیدا کردن. تحفه خاصی نیست. آره مثلا میگه آفریقا نصف چی الماس، الماس من آره دیگه الماس داره ولی هیچی نداره، بله. و اینکه اینا به تدریج در واقع سالیان سال افزایش پیدا کردن و بیشتر و بیشتر و بیشتر شدن. همین. نکته خاصی داخل این جدول نیست. البته یه سری تست آشغال قلمچی می‌نویسه، اونا نمیاد تو کنکور. اصلا همینش هم که ما داریم میگیم زیاده کاریه، ولی خب بریم. زندگی روزانه ما طبیعیه که به مواد شیمیایی وابسته است. استکان شیشه‌ای از چیه بچه‌ها؟ استکان شیشه‌ای. استکان شیشه‌ای. بله بالایی است، از شن و ماسه است. و ظرفمون از چیه؟ ظرفمون از خاک چینی. آره دیگه، ظرف چینی. قاشق و در واقع از فولاد زنگ نزن درست میکنیم. فولادمون هم زنگ نزنه، زنگ بزن نیست. و اینا نمونه هایی از اینن که ما زندگیمون به اینا وابسته هست. نمک به دست آمده از کجا؟ نمک به دست اومده هم از خشکی هم از دریا. سبزیجات، میوه‌ای که با استفاده از کوده پتاسیم یا سدیم. پتاسیم کود گیاهی محسوب میشه دیگه. کودهای پتاسیم، نیتروژن و گوگرد یا فسفر. گوگرد یا فسفر؟ بله فسفر، فسفر. رشد کردن نمونه ای از این موارد دیگه هستن. با این توصیف بر اساس تقاضای جهانی حجم انبوهی از منابع شیمیایی در واقع داریم و که نیاز داریم در واقع ازش برداشت بکنیم و این منابع شیمیایی هم به طور یکسانی توزیع نشده. اینا تیتر ساده حفظیه دیگه. یه چیز حفظی کوچولو دیگه ببینیم. جلای اینا تو عبارتامون هم دیدیم. نقره‌ای فلز سدیم سفید نیست، نقره‌ایه. به سرعت از بین میره، تو سطح هوا بیرنگ میشه. یه کمی راجع به فلزات دسته دی در واقع با هم دیگه میخونیم. فلزات دسته دی همگی فلز، در واقع اسمشون هم روشه فلزات، همگی فلز محسوب میشن. اصولا نسبت به گروه های اصلی سخت‌تر هستن، اصولا نسبت به گروه های اصلی سخت‌تر هستن و دیرگداست‌تر و اغلب داخل طبیعت به شکل ترکیبات یونی مثل اکسید و کربنات و غیره یافت میشن. ما نمونه ای از اینها داریم که الان خودش نشون داره میده، مثل طلا و پلاتین به صورت عنصر آزاد هم تو طبیعت بعضی هاشون یافت میشن. اصولا عدد اکسایش‌های متنوعی دارن، اصولا عدد اکسایش‌های متنوعی دارن. به جز زدن دوبار مثبت و اسکاندیوم دوبار مثبت، یه چیز دیگه هم این وسط اضافه بکنید و نقره یه بار مثبت. بقیه‌شون مثلا چی می‌دونم، مسو وقتی نگاه کنید هم یه بار مثبت داره، هم دوبار مثبت داره. چرا فسفر اصل میگه؟ هم یه بار مثبت داره، هم دوبار مثبت داره. مثلا بقیه آهن و کروم و منگنز و اینا هم دوبار مثبت دارن، هم سه بار مثبت دارن. اونا در واقع به این صورتن. اغلب اینها در واقع ترکیبات رنگی هستن. ترکیبات اینها اغلب رنگی محسوب میشه. البته باز یه بجز داره، زد ان دوبار مثبت، اسکاندیوم سه بار مثبت و تی آی ادوی که در واقع اینا بیرنگ یا حالا سفید رنگ هم بهشون گفته میشه. به خاطر همینم هم داخل فلز، این فلزای واسطه توی سنگای قیمتی هم دیده میشه. سنگ قیمتی هم حالا رنگاشو دیدید دیگه، فیروزه آبی رنگه، شما دختره بهش میگید فیروزه ای رنگ، زمرد سبز و یاقوت سرخ رنگ محسوب میشه. این از این. بعید میدونم اینا رو مشکل داشته باشید. راجع به طلا یه سری هفسی مفسی داریم. اولا جزو عنصرهای دسته دی محسوب میشه. کمترین واکنش پذیری رو میان عنصرهای جامد داره. خیلی نرم و چکشخاره.
به صورتی که چند گرم ازش رو وقتی بهش ضربه میزنید میتونه چند متر مربع براتون در واقع مسطح بشه. رسانه‌ای الکتریکیش خیلی بالاست و جالبه که در شرایط دمایی گوناگون هم این رسانه‌ای رو حفظ میکنه. توی سی پی یو کامپیوتر در واقع استفاده میشه، صندلی چرخدار هم استفاده میشه. حواستون به این جمع باشه. یادتون هم باشه فکر کنم المپیک 2-3 سال پیش بود، چی بود؟ از همینا در واقع اومده بودن درست کرده بودن از خورده ریزه سی پی یو گوشی ها. آره یه همچین چیزی شنیدم. اصلا جان فسفر چرا؟ چون چرخه فسفری ما در واقع داخل گیاهان زیاد داریم. متن کتاب درسیتونم هست. خدمت شما عرض شود که کجا بودیم؟ اصولا این با گازهای موجود در هواکره و با موادی که داخل بدن انسان هست واکنش نمیده. خیلی پرتوهای خورشیدی رو خوب بازتاب میکنه و به شکل عنصری هم در واقع یافت میشه. به شکل فلزی و عنصری ما تو طبیعت میتونیم ببینیم. خودش تو معادن طلا خب خیلی کمه. به خاطر همین خب استخراجش هزینه زیادی واسه ما میبره. حالا به سختیش کار نداریم. هزینه استخراجش زیاده. کتاب درسی بعد میگه تولید یک عدد حلقه عروسی حدود 3 تن پسماند ایجاد میکند. پس استخراج طلا آثار زیانبار محیط زیستی در بر دارد. اینم بهونه‌ای برای اونایی که نمیخوان ازدواج کنن و اینا، بگن خب حلقه عروسی چقدر به محیط زیست آسیب میزنه و دیگه خدمت شما عرض شود که همین دیگه. بله. خب ادامه بدیم. معادن مهم طلا رو تو ایران بلد باشید. موته اصفهان، زرشوران آذربایجان. اینا رو جابجای موقع بهتون ندم بگم موته آذربایجان، زرشوران اصفهان. شاید مثلا به ظاهرم درست بیاد زرشوران اصفهان، زرشوران مال آذربایجان. مسخره هم هست دیگه، نمیدونم چی بگم. راجع به آهن چیا باید بلد باشیم؟ آهن اولا تو طبیعت به شکل عنصری یافت نمیشه. به شکل فلزی عنصری یافت نمیشه. اصولا Fe2O3 یا FeO هست و مهمترین سنگ معدنی که از آهن داریم هماتیته که Fe2O3 هستش. Fe2O3 ناخالص رو بهش میگن هماتیت. خود Fe2O3 تو رنگ قرمز نقاشی به کار میره و تو سطح جهان مصرف سالانه زیادی داره. تو فولاد مبارکه اصفهان هم مثل سایر شرکت های فولاد برای استخراج آهن ما میایم کربن استفاده میکنیم. همون چیزی که واکنششون بالا دیدیم، کربن میزدیم به Fe2O3 و CO2 تولید میکرد و آهن در واقع واسمون. استخراجش به این شکله. بریم بالا. اینجا مراحلش رو در واقع نوشتیم که اول در واقع CO رو تولید میکنیم، بعد CO رو میزنیم به Fe2O3 و F این میده با CO2. ولیکن واکنش کلیش در واقع اینه. لطفاً چند تا واکنشی که کتاب درسیتون داره بلد باشید. کلاً ما واکنش‌های زیادی نداریم که بخوایم حفظ بکنیم. واکنش‌ها اصولاً به شما میدن. ولی جمع بزنید 15 تا واکنش تو کتاب درسیتون هست بلد باشید، بدی نیست واقعاً، ضرری نداره. خب بعد کتاب درسیتون یه داستانی هم داره، اینم بیشتر حالا درس واکنش پذیریه. میگه شما علاوه بر اینکه میتونید کربن بزنید، فلز سدیم هم میتونید بزنید برای استخراج Fe2O3، در واقع استخراج آهن از Fe2O3. اما داره خب چه اتفاقی میفته؟ اولا دسترسیش کمه، دوما هزینه‌اش زیاده. به خاطر همین ترجیح میدیم کربن بزنیم، آسون‌تر و ارزان‌تره. انگارم نه انگار که در واقع CO2 داره تولید میکنه و گاز گلخانه‌ایه و باعث گرمایش زمین میشه و تمام اون چیزایی که دهم فصل دو خوندید. اصولا هم همیشه تو اقتصاد حرف اول پول میزنه، نه هیچ چیز دیگه. نه اخلاق حرف میزنه، نه محیط زیست حرف میزنه. هیچ داستانی در واقع ما نداریم تو این چیزا. بریم بعدی. شناسایی یونها رو داریم. با رنگ لطفا بلد باشید. اگر FeCl2 بردارید، خود محلولش سبزه، به انعاهاش که در واقع اضافه بشه، انعاه میاد جای Fe دوبار مثبت میاد جای انعاه. FeOH دو مرتبه رسوب سبز تشکیل میده. این رسوبه. حواستون به حالت فیزیکی ها اینجا خیلی جمع باشه. رسوب سبز رنگ. اینو من پاک کنم. رسوب سبز رنگ. این هم همون واکنشی که بالا دیدیم. FeCl3 بزنید، Fe میاد جای انای مثبت، انای مثبت میاد جای Fe. FeOH سه مرتبه ای تشکیل میده. این عضو میخوام محلولش زرده. البته زرد هم نیست، غلیظش قرمزه، ولی حالا اون شکل کتاب درسیتون در واقع زرد نشون داده. قرمز مایل به قهوه‌ای رسوب تشکیل میده که اینو تو تمرین بالایی در واقع دیدیم. من اینو تو یادم نرفته اصلاح کنم. خود این محلولش میشه زرد. برای شناسایی یون آهن سه بار مثبت و آهن دو بار مثبت. البته میگم غلیظ FeCl3 قرمز است. ولی که حالا نداریم.
باز داستانش این همونیه که ما در واقع دیدیم، اینا رسوبه، حالت فیزیکی ها، حتما توی این واکنش ها حواستون بهش جمع باشه. و مرحله بعد تو زنگ آهن میخوایم شناسایی بکنیم چه اتفاقی میفته، رنگش چیه. بابا آخه میدونی این دیگه بسته داره واقعا اینکه چی نگاه میکنه، رنگ واقعیش قرمزه. حالا کتاب درسی زرد نشون داده، خیلی جاها در واقع میگن زرد. بگذاریم، میخوایم زنگ آهن ببینیم داستانش. قهر رسوب قرمز مایل به قهوه، نه دیگه محلولش قهوه‌ای رنگ نیست. Fe2O3 بچه ها خودش زنگ آهنه، اینو ما میدونیم. HCl که بهش اضافه میکنیم، این واکنشش رو براتون نوشتم، Fe3O3 تشکیل میشه. چرا اینجا آهن با ظرفیت 3 شرکت میکنه؟ چون اصلا آهن 3 بار مثبت هست. ولیکن NaOH که اضافه میکنید به Fe3O3، این همون داستانیه که دوباره این قرمز مایل به قهوه‌ای مربوط به اینها، این قرمز مایل به قهوه‌ای مربوط به این رفته اشتباهی اونجا قرار گرفته. و به خاطر همینه که کلن ما میگیم آهن 3 اکسید به عنوان رنگ قرمز نقاشی در واقع کاربرد داره، چون رنگش قرمز رنگه. تا اینجا اگه اوکی این یک بدی، خدا وکیلی اینو درس دادن نداره، من خودم ناراحتم اینا رو درس میدم، ولی دیگه باید بگیم دیگه. عناصر دسته دی با این که پس از چرا واکنش میدن، یعنی آخه پایداری صرفا مال گاز نجیب نیست که عرفان، پایداری میتونه حالتهای مختلف داشته باشه. یکی به 3D5 برسه خیلی خوشحال میشه، شما دلایل اینا رو که بررسی نمیکنید. پایداری برای عنصر اصلی قطعا میشه گاز نجیب، تازه برای اغلب عنصر اصلی، نه همشون. حله؟ یه لحظه بچه ها مشکلی هست؟ یه لحظه. نه چی بریم استوکیومتری، بالا رو بیارم اسکرین شات بگیرید، جلسه بعد میریم استوکیومتری. بچه ها یه چیزی، من امروز باید 6 در واقع کلاس رو تموم بکنم و جلسه بعد ساعت همون در واقع 6:30 میشه. یا میخواید زودتر بیاید؟ نمیدونم مدرسه اید قبلش؟ استو سخته؟ استو مگه دهم نخوندید؟ سخت نیست، نه انصافا سخت نیست، خدا وکیلیش سخت نیست. آه مدرسه باش، 3:30 شروع میکنیم، تونستم اضافی تر باقی میمونم، ببینیم چی میشه. گوش بدین، بریم واکنش ترمیت. واکنش ترمیت واسه جوش خط آهن در واقع از واکنش ترمیت استفاده میشه، جوش دادن خط راه آهن. داستانش از این قراره، آلومینیوم که واکنش پذیریش زیاده میزنن به Fe2O3، آهن از داخل ترکیب خارج میکنه، Al2O3 تشکیل میده با Fe. فقط حواستون جمع باشه این واکنش، خب طبیعیه که واکنش وقتی خود به خودی انجام میشه گرما تولید میکنه، انقدر گرما این واکنش زیاد است که آهنش تبدیل میشه به آهن لیکوید و از این برای جوش خط آهن استفاده میشه. این نکتهش همینه که واکنش گرماده، خیلی هم گرماده، اصولا هر واکنش خود به خودی در سطح کتاب درسی شما گرماده محسوب میشود. اینم از این صفحه بعد. ذخایر فلزی در اعماق دریا، اینو میبینیم داستان چقدره. کتاب درستون میگه مقدار گونه‌های فلزی ما داخل کف اقیانوس هم در واقع داریم، بعد خیلی هم زیاد هم هستن. کف اقیانوس از ذخایر خود زمینی هم در واقع بیشتره. به صورت سولفید چند تا فلز واسطه در واقع دیده میشه و کلوخه ها و پوسته هایی از MN و FE و کوبالت و نیکل. بعد حالا خوشبختانه هنوز دسترسی به دریا اینجوری پیدا نکردیم بریم کف اقیانوس 1000 متر 2000 متر اینا رو استخراج کنیم، مگر نه پدر محیط زیست رو الان 100 برابر آنچه که هست درآورده بودیم تو حداقل سطح آبی. زمینم که طبیعتاً تاثیرگذاره. توسعه پایدارم پارسال در واقع یه چیزی راجبش خوندید، یه یادآوری ضمنی بهتون بکنم. داستان از این قرار بود، گفتیم آقا جان شما وقتی که میخوای بیای هزینه یک کالا رو در نظر بگیری، مازاد بر اقتصادش زیست محیطی و اجتماعیش هم در نظر بگیری. این تعریف کلوخه، همون مثلا سنگی که الان میری تو خیابون رد میشید خاکا به هم میچسبه گلش یه کمی سفت میشه، اون میشه کلوخه، اون در واقع میشه توسعه پایدار. حالا میگه اگر مجموع هزینه استخراج فلزها با در نظر کل با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات اقتصادی زیست محیطی اجتماعی باشه، در واقع تو مسیر توسعه پایداره که کتاب درسیتون پارسال سال دهم بهتون میگفت دیگه، میگفت آقا مثلا
اینکه الان یه دستگاهی تولید میکنی یه هزینه ای داره، اوکی، ولی یه هزینه ای هم داره به جامعه میزنه، به محیط زیست میزنه، اینا هم باید بگیری، که طبیعتاً این کارو نمیکنن دیگه، خود شما نمیرید دیگه جنسو بخرید. حالا بریم راجع به قسمت بعد، بازیافت فلز. خدا وکیلی حفظی های چرت دیگه، فلزا منابع تجدید ناپذیرن، بعد آهنگ خروجشون از طبیعت با آهنگ بازگشتشون رو به طبیعت تنظیم بکنیم که خروج از طبیعتش الان سریع‌تر شده، ولی میشه بازیافتشون کرد. وقتی بازیافتشون میکنی یه سری مزایا داره. خب CO2 طبیعتاً کمتر تولید میشه. فرض کن آهن رو هی بخوای بری استخراج کنی، هی داری CO2 تولید میکنی، فارغ از اینکه هزینه هم داره. گرمایش زمین پس کم میشه و گونه‌های زیست محیطی هم کمتر از بین میرن و به توسعه پایدار هم کمک میکنیم. مثلا یه وسیله فلزی دچار خوردگی میشه، دوباره میره میشه سنگ معدن، سنگ معدن میشه استخراج فلز، دوباره استخراج فلز دوباره میشه وسیله. خب به جای اینکه این سیکل معیوب طولانی رو طی بکنیم، کتاب درسی میگه بیا بازیافتش کن، که دیگه وقتی استخراجش کردی اون وسیله دوباره خودش خورده نشه، اینجا بیا بازیافتش کن، همینجا نذاری مثلا یه ماشین خراب میشه توی این چی میگن انبار ماشینایی که جنازه ماشینا رو میندازن، یادم رفت، گاراژایی که جنازه ماشین دارن، آره، خورد میشه دیگه اونا، هی زنگ میزنه نابود میشه. خب این میفته دوباره تو سیکل بالایی، میگه بهتره تو سیکل پایینی باشه، به توسعه پایدارم کمک میکنه، از نظر هزینه ای هم در واقع مقرونه به صرفه تر خواهد. من ترجیح میدم تمرین در واقع 14 رو حل نکنم چون فرصت ندارم، میخواستم حل کنم، تمرین 15 رو در واقع براتون حل میکنم. این تمرین 14 رو اگه اجازه بدین جلسه بعد حل کنیم. این چیزی که دیدیم شاید یه بچه آهن تو طبیعت چجوری یافت میشه؟ به شکل کربنات؟ نه خیر، به شکل اکسید یافت میشه آهن تو طبیعت. آهن رو ما به شکل Fe2O3 میبینیم. طلا به شکل آزاد یا عنصری یافت میشه، کاملا موافقم. کلسیوم به شکل کربنات یافت میشه، آره دیگه ما کلسیوم کربنات داریم تو طبیعت. سدیم به شکل اکسید یافت میشه، نه خیر. سدیم به چه شکل یافت میشه بچه ها؟ کلورید. شما سدیم رو تو طبیعت به شکل NaCl میبینید. و منگنز به شکل کربنات یافت میشه. این موضوع رو بذارم کجای جزوه نوشتم، چرا من ندیدمش؟ این دیدنش که باید باشه، آها اینجا بود، اوه یه برای اینو نخوندیم کلا، یادمون رفت، دیدی چه اشتباهی کردیم؟ چرا یه صفحه رفت جلو؟ چرا یه صفحه رفت جلو نمیدونم، این یه تیکرم بگم، اصلا عجیب بود برام، ببخشید، یه صفحه زدیم رفت پایین، احتمالاً اول این صفحه بوده، پرت کرده کلا پایین. آقا یه چیزی CuSO4، این تغییر رنگ، اینم حواستون جمع باشه، جابجایی یگانه است، رسوب تشکیل نمیشه، ولی که در واقع اس به صورت رسوب داخل محلول نیست، اس میاد در واقع به صورت جامد جدا میشه. خود مس دوبار مثبت محلولش آبی رنگه، FeSO4 چون آهن دوبار مثبت داره محلولش میشه سبز رنگ، مس هم که خودش دیدید سرخ رنگه. راجب تیتانیوم هم یک چیزهایی رو بدونیم، من اون عبارت رو برمیگردم. تیتانیوم با عدد اتمی 22 اولا محکمه، چگالیش کمه، خیلی خوبه از این نظر، و مقاوم در برابر خوردگی، نسبت به آهن یه پله هم جلوتر، دو پله جلوتره، هم چگالیش کمه هم مقاوم در برابر خوردگیه. توی بدنه دوچرخه استفاده میشه. واکنشی که باید ازش بلد باشیم، اولا تیتانیوم رو تو طبیعت به شکل تیتانیوم 4 کلورید میبینیم بچه ها، TiCl4 تیتانیوم رو به شکل تیتانیوم 4 کلورید میبینیم و برای استخراجش از منیزیم استفاده میکنیم، دماش هم میبریم بالا که تیتانیوم میده با MgCl2. یک. دو، همون رقابت کربن با سیلیسیومی که بهتون گفتم، براتون نوشتم، این که گفتم آقا سیلیسیوم واکنش پذیریش از کربن کمتره، پس کربن از سیلیسیوم بیشتره، یه واکنشی میخوای انجام بدی، یه واکنشی میخوای انجام بدی، به این صورت دمارم میبری بالا، کربن رو میزدیم به SiO2، سیلیسیوممون لیکوید میشد چون دمای این خیلی بالا بود. کجا استفاده میشد؟ تو سلولای خورشیدی. سیلیسیوم جزء اصلی، عنصر اصلی سلولای سازنده سلولای خورشیدی تو صنعت الکترونیکه. مطلب بعد راجب مس، این حفظیایی که راجب مس داریم، اولا مس
ترکیبی که ازش داریم تو طبیعت که سنگ معدنشه Cu2S و این مس با ظرفیت یک، مس یه بار مثبت و اس دو بار منفی، مس یک سولفیده که در واقع اینجا Cu2S ببخشید یه دو جا افتاد، Cu2S به علاوه O2 میداد دوتا Cu به علاوه SO2. حواستون به اینجا هم باشه. حالا میگه فلز مس فراورده نهایی واکنش فوق نیست، بلکه ماده خامش وارد مراحل بعدی میشه، بعد اون به ما مس خالص میده. یعنی این مسی که اینجا در واقع واسه ما به دست میاد مسیه که ناخالصی داره، حواستون به این جمع باشه. گاز SO2ش هم که ما میدونیم اکسید نافلزه، اکسید نافلز خصلت اسیدی داره، این تو ایجاد بارون اسیدی در واقع نقش داره. اینو سال دهم خوندید. SO2 از کجا به دست میومد؟ دود کارخونه ها و دود آتش فشان های نیمه فعال. این هم در واقع از حفظیات این. یه تیکه هم اینجا داریم، این دیگه خیلی نمیدونم چی بگم، گوگل منشانه ترین کار علمی بوده که به نظر من انجام شده، جذابم هست. به کمک گیاهان در واقع بیایم استخراج انجام بدیم. داستان اینه، گیاهو برمیداری میکاری داخل زمین، گیاه که این داره از زمین آب میگیره، مثلا منابع غذایی میگیره، یه سری فلز هم میبره تو خودش. بعد گیاه رو میکنی، گیاه رو میسوزونی، از خاکستر گیاهه میای فلز استخراج میکنی. بعد کتاب درستون میگه برای استخراج طلا و مس مناسبه واسه اون دوتا با ارزشا، ولی برای نیکل و زد ان مقرون به صرفه نیست. پس یه بار دیگه گیاهو میکاری، یه سری فلز ملز جذب میکنه، فلز ملز رو که جذب کرد گیاهو میکنی میزنی آتیش میگیره، خاکسترش میمونه، از خاکستره استخراج میکنی. حالا چه زمانی مقرون به صرفه هست؟ به شرطی که درصد فلز داخل گیاه دو برابر درصد خاک اولیه باشد. درصد فلز داخل گیاه دو برابر درصد فلز خاک اولیه باشه. یعنی مثلا اگه توی یه خاکی که در واقع اونجا وجود داره یه درصد طلا وجود داره، حتما توی اون گیاه باید بالا 2% ازش داشته باشیم، حتما، که بگیم مقرون به صرف است، وگرنه فایده ای نداره. و راجع به سوخت سبز هم صحبت کرده که اینو سال دهم هم البته دیدید که سوخت سبز علاوه بر کربن و هیدروژن اکسیژن هم داره. اصولا سوخت سبز از گیاهایی مثل نیشکر و سیب زمینی و ذرت به دست میاد. خود گلوکوزی که در واقع وجود داره داخل گیاها توی تخمیر بی هوازی، تخمیر بی هوازی یعنی بدون حضور اکسیژن، تولید اتانول میکنه که اتانول سوخت سبزه. در واقع میان از این طریق سوخت سبز درست میکنن. واکنش اینو بلد باشید، خیلی هم واکنش مهمیه. تخمیر بی هوازی هست اولا، دوما که تولید اتانول میکنه با CO2. حواستون به این جمع باشه. گلوکوز 3.6H12O6 تولید در واقع C2H5O8 میکنه با CO2. تخمیر بی هوازی، هوازیش باشه یعنی با اکسیژن، CO2 آب تولید میکنه. حالا اینکه عنصرها تو طبیعت به چه شکله، الان تازه رسیدیم به این. من فکر کنم این سفر خوندیم بچه شرمنده تو. اولا یه سری عنصرها به شکل آزاد تو طبیعت یافت میشن، چیزایی که ما میشناسیم، نیتروژن، اکسیژن، گوگرد، کربن که حالا هم به صورت الماس هم گرافیته، طلا، مس، نقره، پلاتین. اینا به شکل آزاد یا عنصری تو طبیعت یافت میشن. یه سری توی طبیعت به شکل عنصری یافت نمیشوند که عنصرهای گروه 1 و 2 که واکنش پذیریشون خیلی زیاده و تو نافلزا گروه 17 یا اصولا اینا توی طبیعت یافت نمیشن. این البته یه ویلگول داره، این دو نقطه نیست. علاوه بر این هیدروژن، آلومینیوم و آهن هم به صورت آزاد یافت نمیشن. اینا ترکیبن، آهنش Fe2O3، هیدروژنش معمولا توی آبه، آلومینیومش هم به شکل Al2O3 که بهش در واقع میگیم بوکسیت، سال دهم خوندید، به اون شکل سنگ معدنش وجود داره. پس آهنش Fe2O3، آلومینیومش Al2O3 و هیدروژنش هم به شکل در واقع آب وجود داره داخل ترکیب آب. گروه 17 به خاطر چه ویژگیش؟ خصلت نافلزی زیاده، کلور زرت با سدیم وارد واکنش میشه، ما سدیم کلورید مثلا میبینیم. حالا یک اینم و اون تمرینه رو بگم. کانی ها از فلزای گروه 1 و 2، کلا کانی چیه؟ گونه ای که داخل طبیعت ما پیدا میکنیم.
گونه‌ای که ما داخل طبیعت پیدا می‌کنیم از یه عنصر بهش میگیم کانی. مهم نیست، میتونه ترکیب باشه میتونه نباشه. مثلا خود گوگرد یه کانیه، کلسیم کربنات هم یه کانیه، اناسیل هم یه کانیه. زمین شناسیتون همتون دارید میخونید دیگه فکر کنم. یه سری این فلزای گروه 1 و 2 اینا ترکیباتشون ترکیبات بیرنگیه، مثل اناسیل، مثل سئاسئوسه. کانیای فلز گروه 1 و 2، ترکیبات فلزای گروه 1 و 2 اینا اصولا بیرنگه. محلول سدیم کلرید خب بیرنگه دیگه، چون فلز گروه 1 در واقع داره. کلا اینا رو دیدید حواستون بهش جمع باشه. واسطه هامون رنگی بودن، یه دقیقه دیگه تمام. واسطه هامون رنگی بودن، نمونه ای که کتاب درسیتون میگه فارغ از F2O3 که قرمز رنگ و این داستانا، MnCO3 منگنز دو کربنات، در واقع اینم در واقع بلد باشید اسمشو، منگنز دو کربنات و منگنز دو کربنات رنگش صورتیه. اینم حواستون بهش جمع باشه. ارادت های خطی من غلط کردم. خب خدمت شما عرض شود که این از این موضوع. آخرین، این آخرین موردم ببینیم و بریم. منگنز پس توی طبیعت به شکل کربنات یافت میشه و این مورد مورد درستیه. اگه اوکی هستین یه دونه یک بدید. بچه‌ها شرمنده، ما تداخل استودیو داریم. آره من هفته بعد اینو در واقع اضافه تر وای میستم سر کلاس، ببینیم انشالله به چه شکل خواهد شد. تا همینجا باشه درستون. جلسه بعد وارد استوکیومتری میشیم، یه دونه تمرین رو حل کنید لطفاً تو خونه. من جلسه بعد اومدم حل میکنم. خسته نباشید همگی، خسته نباشید. خداحافظ. خداحافظ.